سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ ببینید همسرم برام چه خریده. اول اینو در بیارم یه سلامی بهتون بکنم. خیلی اتفاق افتاده توی این چند روز. ما همچنان دنبال خونه گشتیم و خونه مورد علاقمون رو پیدا کردیم و فکر کنم تا اینجا این ویلاگایی که گرفتم فعلا بمونه. ویلاگامو میخوام یکم کمتر بکنم، ولی احتمالا برای اسباب کشی من یک هفته مرخصی بگیرم، احتمالا که نه حتما میگیرم. و اگه بتونم هر روز یه ویدیو، یعنی یه ویلاگ توی اون یک هفته درست کنم، اسباب کشیم از این خونه و جا شدن توی اون یکی خونه رو باهاتون در میون بذارم. من خودم هم خب اولین بارم اینجا دارم اسباب کشی میکنم، چون این خونه رو همسرم گرفته بود و من فقط توشو چیدم، اونم با وسایل خیلی اندک. حالا این چند روز یکم خرید کردم، توی خونه هم باشته شده، حالا نشونتون میدم. همینجوری بسته کردم نگه داشتم که توی خونه جدید بازشون کنیم و تمیزشون کنیم. اتوبوس هم اومد، سوارشم و بقیه ویلاگو در چند ثانیه بعد برای شما و چند ساعت بعد برای من میبینیم. الان رسیدم خونه، بعد یه چند تا هم جعبه گرفتم سر راه و الان نشونتون میدم ببینید وضعیت خونه رو. هرچی خریدم جمع کردم این قسمت، حالا این جعبه ها رو الان یکم پیش آوردم. اینا هم همه اینو این پک رو کلن شکستنی ها کردم، همه رو به کاغذ پیچیدم گذاشتم اینجا که بدونیم کدوم ها شکستنیه. بعد اینا رو یکم میخوام جمع کنم، یه چند تا کوسن گرفته بودم برای اینکه کثیف نشن، اینا رو تو پلاستیک بذارم. بعد آشپزخونه رو جمع کنم. الان فردا که تعطیلم، حالا از امشب هم میتونم شروع کنم، یه سری وسیله آشپزخونه رو جمع میکنم. لباسای زمستونیمون رو میتونم جمع کنم، بعضی کفشا که استفاده نمیکنیم با لوازم تحریرم که اون قسمته، چون این مدت احتمالاً زیاد استفادهشون نکنم. بعد یه تخت باید بگیریم و یه سری وسیله حمام و اینا لازم داریم، اونا رو باید بگیریم. یکی دوتا هم وسیله برقی میخوایم، اونم نمیدونم حالا الان بگیریم یا بعدم بگیریم. وسیله برقی آشپزخونه. بقیه وسیله ها رو تقریبا نواقص اونجا خریدم، حالا در طی روزهای آتی برای اینکه فشار نیاد بهمون یواش یواش هم حالا خونه رو تکمیل میکنیم. خونه که هیچ وقت تکمیل نمیشه، ولی خب تقریبا تکمیلیم. آها به شما نشون ندادم، یه سری گل گرفتم، گلای خوشگل این بالا، اینا هم میرن خونه جدید تو گلدونای جدیدشون که اونجا قشنگ آفتاب ببینن و بزرگ بشن. من برم این گلا رو آب بدم و یواش یواش بساط غذا رو آماده کنم. صبح بخیر، من بیدار شدم، ماموشونه کردم، لباسم پوشیدم و یه قهوه دم کردم، یه چای دم کردم. بعد اونایی که منو میشناسن میدونن من اصلا یه اخلاقی دارم، حالا هم بده هم خوبه، همه کارو قاطی هم میکنم، آخر سر انجام میدم ولی خیلی خسته میشم. این وسط اون روز از توی سوپر طبعا دو هفته پیش اینو پیدا کردم، برگ موو برای دلمه. حالا امروز هم میخوام اینم درست کنم توی این همه کار، امیدوارم که درست شه. اینجا موادشو گذاشتم بپزه و شما رو میذارم اینجا. اینجا جعبه آوردم، اونا رو چسب بزنم، یکم توش وسیله مسیله جمع کنی. گفتم اینا شکستنی ها، الان همه این شکستنی ها رو میذارم این تو، توی این جعبه لوازم شخصی بهداشتی رو میذارم، توی این جعبم باز احتمالا وسایلاش بسخونه بذارم، چون بیشتر این چیزم وسایلاش بسخونه از بقیه هم با چمدون و اینا میشه حل شد. الان بریم اینا رو وارد این کنیم، بعدش هم که اون کوسنایی که بهتون نشون دادم رو بذارم توی یه دونه پلاستیک که تمیز بمونن. خب این جعبه تموم شد،
این جعبه رو میبندم. این دوتا رو هم در طی روز احتمالا پر کنم و جعبه های دیگه هم لازممون باشه، ولی فعلا این میره اون قسمت، جایگاهش رو پیدا میکنه. داره یواش یواش آفتاب در میاد. بچه ها امروز اون مغازه چینی هم یه سر میریم. من فکرم مونده پیش یه دونه جاگلدونی از اینایی که از این بالا وصل میشن توی خونه های کنار دریا قدیمی، توی خونه های شمال هم میدیدیم. اون گلدونایی که میگفتم تو ویلاگای پیش که خوشم اومده، از اونا میخوام بگیرم و باتری قلمی لازم دارم. اونم میریم میگیریم و میایم. میگم یادم نمیمونه ویدیو بگیرم. بعد از اون که وسیله رو جمع کردیم یه صبحونه خوردیم، من اومدم بیرون، هم کار بانکی داشتم اونو انجام دادم، همم اینا رو خریدم. یه بافت متفاوتی داشت، بعد این یکی هم انگار نقاشی شده دیگه نتونستم ازشون بگذرم. گلدونه رو هم گرفتم، تو خونه جدید میبینینش و کارامو کردم و دارم میرم خونه. هوا میگه همین الان بارونی میشم، همین الان بارونی میشم، یعنی نم نم هم داره میزنه به صورتم، ولی امیدوارم که تا من میرسم خونه بارونی نباره، چون طبق معمول چتر یادم رفته بیارم. الان میرسیم خونه، یه ماه دیگه منو توی این خیابونا و کوچه ها میبینید. بعدش این منظره های پشتم و منظره اطراف خونم قرار عوض شه. میریم خونه جدید و خاطره های جدید و زندگی جدید و الان بریم خونه. تو این شرایط مغز دلمم هم پخته، برم اگه حوصله داشته باشم الان پرش کنم و حالا یه فیلم چیزی هم نگاه میکنم که اون پر کردن دلمه ها اذیت کننده نباشه. تا بعد. ببینید چیکار کردیم، دیارم بذارم روش، چون خیلی ترشه شو دوست دارم این. البته هر کسی یه مدلی دوست داره، ولی من ترش دوست دارم. خب روش یه کوچولو خیلی کم آب می‌ریزیم، یه دونه روش مشقاب می‌زنیم، درش رو می‌ذاریم و می‌ذاریم تو درجه کم بپزیم. یه دیدن دیگه شرکت گذاشته بودم، باید سر برداشتی؟ چی بمیرم؟ فقط یه سوال بپرسم، درست جواب هم میدی؟ آره. یه شب تمومه دیگه نه؟ تموم. مطمئن؟ کلک تو کار نیست؟ نیست. از یه روز بارونی سلام و صبح بخیر. صبح زود نیست چون صبح زود پاشدیم، صبحونم رو خوردیم، کارامونو کردیم، یه جاروی کوچولو، دو سری لباس و لباس شویی. و چون کلاس های همسرم آنلاین داشت شروع میشد، من دیگه به خاطر اینکه صدا نشه ظرف ها رو همونجوری گذاشتم. پذیرایی هم جارو نکشیده بودم، اونم موند و گفتم برم کارهای بیرونم رو حل کنم و برگردم خونه کارهای خودم رو انجام بدم. این ویدیوهایی که تا چند لحظه قبل داشتیم میدیدین مربوط میشه به یه هفته قبل. من گفته بودم این ماه خیلی سرمون شلوغه، ولی خب آدم فکر میکنه وقتی اتفاقای دیگه ای هم میفته آدم تازه میفهمه که سرش چقدر شلوغه. خب خیلی اتفاق افتاد، ما خونه رو گرفتیم، پول پیشش رو دادیم، یعنی یه مقدارش رو دادیم که یعنی خونه مال ماست. بعد باید آسانسور رو چی میگن رزرو میکردیم برای روزی که میخواییم اسباب کشی کنیم و با صابخونه اینجا صحبت میکردیم، همین کار رو کردیم.
جدیدی دیگه داشتیم، جبه جبه وسیله جمع میکردیم. بعد دیگه این هفته خیلی شلوغی بود برای منم، خیلی هفته شلوغی بود چون همه کارا قاطی هم شده. و این وسط ما یه روز صبح پا شدیم دیدیم که دوچرخمون رو دزدیدن، یکم ناراحت شدیم. دوچرخه یعنی دوچرخه خیلی گرونی نبود، حالا بخوایم از نظر مالی فکرشو بکنیم، قسمت بوده دیگه. زنگ زدیم به پلیس و گزارش کار دادیم، احتمالاً یه هوملس یا همین خانه به دوشا حالا اومده برداشته، چون کلن از اونجایی که زنجیر قفل کردیم به در نرده جلوی در خونمون با یه انبوری چیزی اونو بریده، یعنی شکونده و زنجیرش اونجا مونده بود و دوچرخه رو برداشته برده. دیگه چی بگیم؟ میگیم صدقه سرمون. و تقریبا ما 29 روز دیگه حسب کشی داریم. اینجا هم شدیدن بارونیه و همونجوری که میبینید کاپشنی که من توی زمستون میپوشیدم و دوباره در آوردم دارم میپوشم. هوا سرد، خنک، مرطوب، اصلا احساس نمی کنه بدنم که تابستون اومده. بدنم خسته است، خیلی خسته است. یهو احساس کردم که خستم، من خستگی کهنست روم. یه کوچولو یه چند تا چیز احتیاج دارم، اونا رو بخرم بودو بودو و برگردیم خونه که کلی کار داریم. همین جوری که داشتم میمدم گفتم برم کتاب فروشی یارم ببینم یه تیکه از فیلمشو میذارم. بعد یعنی آخر سر یادم افتاد تقریبا 20 دقیقه اون تو بودم. بعد سه تا کتاب خیلی خوشگل کوچولو برای بچه ها خریدم، بعد خیلی قشنگ بودن. و خب کتاب فروشی هم توی این دوره کرونا خیلی ضرر خوردن چون بسته بود و من احساس میکنم که باید تعداد بیشتری کتاب میخریدیم و میخوندیم به جای این که بگه. خیلی چیزا توی این دوره، خیلی دوره خوبی بود، ولی خب تخفیف زده بود با کتاباش. خیلی خوب بود، یه چند تا کتاب گرفتم، یه چند تا هم کتاب بچه گرفتم با قیمت خیلی نزول کرده با عکسای خیلی قشنگ. یواش یواش برگردم به طرف خونه.